در آستانه انتقال قدرت به حزب دموکرات در کاخ سفید و کنگره شاخصهای سگانه ارزش سهام در بورس نیویورک بعد از عبور از رکوردهای تاریخی رو به افزایش گذاشتند همچنین شاخصهای جهانی ارزش سهام هم بالا رفتند بهنام ناطقی گزارش میدهد شاخص S&P 500 اجلاس معاملاتی را با 3 درصد افزایش رو به صعود آغاز کرد در حالی که بعد از ظهر آره دیروز با نزدیک به 1.5 درصد افزایش به رکورد تاریخی جدیدی دست یافت. داو شاخص سهام سی ابر شرکت هم امروز را با 3 درصد افزایش آغاز کرد بعد از دست یافتن به رکورد تاریخی 31041. نزدک 100 شاخص سهام شرکت های عمده فناوری که روز گذشته 2.56 درصد بالا رفته بود امروز را نیم درصد بالا بالاتر شروع می سهام ابر های فناوری مثل گوگل و فیسبوک که در اثر واهمه سهامداران از افزایش مقررات در دولت بایدن برخلاف سهام دیگر روز چهارشنبه پایین رفته بودند روز پنجشنبه تمام ارزش از دست رفته را بازیافتند و امروز به روند سعودی ادامه می دهند. ارزش سهام خودروسازی تسلا که سال گذشته بیش از 800 درصد افزایش داشت روز پنجشنبه 7.4 درصد بالا رفت و از مرز 811 دلار عبور کرد ایلان ماسک بنیانگذار تسلا حالا با ثروت 188 میلیارد دلار مقام ثروتمندترین انسان جهان را از جف بیزوس مدیرعامل آمازون رو بود سهامداران بی اتناب اختشاش های سیاسی نسبت به تصویب کمک هنگفت اقتصادی دولت و تأثیر آن بر احیای اقتصاد خوشبین هستند و ضمنا با توجه به اکثریت محدود دموکرات ها در سنا و مجلس نمایندگان نسبت به تصویب برنامه های مثل افزایش مالیات ها و بازگرداندن مقررات سختگیرانه نگرانی ندارند. هرچند گزارش ماهانه اشتغال که امروز منتشر می شود نشان می دهد که از شتاب رشد بازار کار ماه گذشته بار دیگر اندکی کاسته شد.